صبح یعنی آغاز دوباره از عزیز سلام صبح زیبایتان بخیر آرزو میکنم شب روز ایده با خوبی سپری کرده باشین. برنامه صبح زندگی در خدمت شما هستیم. انشاءالله که بخش اول برنامه رو با هم کار خوب ما با سیر جان حبیبی دنبال کرده باشین. در بخش نبض سلامتی جناب محترم دکتر سب قیس نگزاد و تخصص داخل عمومی با ما هستن. یکی روزهای هیچ چگونه گذشته و چگونه خود توجه بکنیم و موضوع خیلی اساس هم که در برنامه داریم نشانه های پایان آمدن قند خون در مریضان دیابت و یا هم شکر جناب دکتر سب سلام صبحتان بخیر عید شما هم مبارک آرزوی سلامتی بر شما هم داریم خیلی ممنون احمدی صاحب عزیز از توقعات و تمنیات نیکت ما خیلی سپاسگزار هستم امیدوار هستم ایام خوجسته اید بر همه بسیار خوش گذشته باشه و امروز با کارای روزمره خود تمام افراد به درستی انشالله برسن و از بحثی که ما امروز در برنامه می داشته باشیم امیدوار هستم بحث خسته تمام نشه و به دانش طبی دوستای ما از سر قضیه بحث افزوده شو احمدی. سن. بحث بحث خیلی اساسی است. بله و خیلی که بله. خدای نخواسته تریزی کرده باشن. نوشون های بله. پایان آمدن قند خون در مریضان دیابت و هم شکر. بله. سوال اول ما مثلا سقوط قند خون در مریضان شکر چی است و چی علت دارد جناب دکتر؟ سری. عزیز دلم وقت ما در مورد شکر صحبت می کنیم. نرمال خون ما باید قند داشته باشه. خون باید قن داشته باشم به خاطر تمام اعضای بدن و تکتک هجرات تک بدن به خاطر که فعالیت های خود را درست اجرا کرده بتانه به انرژی نیاز داره و یک منبع انرژی بدون شکل گلوکوز هست صحی ولی بعضی اوقات در از این قند و در, در, در از قند در خون ما و شما چالش های ایجاد میشه اگر این سویه قند به شکل مداوم در خون انسان بلند باقی بانه اینمی حالت راست که میگیم که برای فرد شکر پیدا شده احا. ولی بعض اوقات امکان داره که حالت پارادوکس یا برعکس از اتفاق بفته یعنی سوی قند خون از حالت نارمل در نزد یک فرد کاهش پیدا میکنه تنقیس پیدا میکنه مزگان شکر بالا دارم اگه یعنی وقت شکر پایان هم پیدا شکر پایان منظورشان از سقوط قند هست که از لحاظ تبابت کلمه به نام هایپوگلایسیمیا به استفاده میشه هایپو یعنی تنقیص پیدا کردن کم شدن گلیس خو... گلیش قند این خون یعنی حالت که در خون انسان میزان قند از حالت نرمالش کمتر هست خب عزیز دل ای که چرا اتفاق مفته یا که دوا را غلط استعمال آها. میکنیم یا ای که ترکیب دوای ما مشکل داره یا که قسمی که باید مترافق با دوای خود غذا بگیریم درست امی نکات را مراعت نمی کنیم یا که گردای ما فلج است یا که به طور مثال دوای خود میگیریم بدون از اینکه غذا بگیریم از خانه مبراییم، یا که فرد در مورد نشانه های ابتدایی سقوط قند معلومات کافی نمی داشته باشه و یا که در زندگی روزمره خود از دل خود در مدیریت شکر چیزی را زیاد و یا چیزی را کم میکنه, کم میکنه. مثلا چه رقم یک مریض برایش گفته شده که برادر عزیز و محترم خودت مثلا نظر به غذایی که میگیری انسولین تا میشه که یک دو درجه کم یا یک دو درجه پایان تر بزنی یعنی صبح شب انسولین تا کو یا دا 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 میمونی دی برابر میشه یا در میخوره 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 شکر یک دفعه میبینه که در 300 پرید یک انسولین خودت گرفتک باز پنج چک میکنه پیش از اینکه انسولین تاثیر کرده باشه باز یک انسولین آه. میگیره باز یک دقیقه باز انسولین میگیره آستا تا اثرات از این سه زرق انسولین که یک دفعه در خون شروع شد میبینه که مریض بیادر بزرگوار یک دو ساعت پات سال سالرزا بدنش رو وجود میایه بنابر در موضوعات دیابت و تمام موضوعات و موارد طبی نظریه که قابل قبول هست نظریات علمی و وام از متخصین بخش است بنابراین هرگاهی که ما نشانه هایی را که بعدا به او اشاره می کنیم پیش ما ایجاد میشه باید به موضوع متوجه مو جد... توجه جدی داشته باشیم تا اینکه سقوط قند پیش رفت پیش افراد اشخاص جلوگیری بعمل بیا سقوط قند امکان داره در شکر نه اول تاسیس کنه در شکر نه دوم تاسیس کنه در شکر وابسته به انسولین تاسیس کنه در شکری که وابسته به دوا هست تاسیس بکنه ولی چانس تاسیسش پیش شکر نه اول زیاد است <applause> نه اول کدام مریض است سنشون معمولا کمتر از 30 سال است و نیاز به پیچکاری به خاطر کنترل شکر داره یعنی صبح شب یا ساعت بعض اوقات سه وقت و چهار وقت انسولین خود باید بگیره خطا پیش از زیاد و افراد اشخاص امکان داره در دا یک هفته دو مرتبه این چنین حالت رو تجربه کنه و در یک سال به شکل شدید و سایقوی قند سقوط میکنه که تدید کنه دی حیات است و متاسفانه ما در گل صبح باید پیام منفی برسانم که 6 الا 10 فیصد علت مرگ میره در مریضایی که شکر نه دا اول داره سقوط قند تشکیل داده پس این نقطه ای نیست که ما در موردش شوخی بکنیم نکته خیلی خوب را اشاره نشانه های سقوط قند خون چی است کسایی که نمیدانند از نشانه هایش باید بدانند و بفهمند چه زیبا و حساس پرسیده یک تکه کلام خودت میفهمی احمدی چی است موضوع حساس رو به بحث میگیریم کنم روز بگی یک موضوع ناحساس رو به بحث میگیریم همیشه موضوعات حساس اشاره شما بزرگ هستین بزرگی شما نرمالا نرمالا سوی قند خون خودت باید بین 70 تا به 110 میلی گرم پر لیتر باشه از 70 تا به 110 اگر از 126 چند مرتبه بلند آمد میگه منو شکر پیدا کردیم ولی وقتی که قند خون خودت یا ما یا هر کسی که شکر داره در صورتی که به 54 میرسه امه. با چند میرسه 54, 54. با 54 که رسید به اساس تنبیه سیستم اعصاب خودکار پیش شما در ابتدا بعض علای میجاد میشه بعض نشانه های ایجاد میشه مثلا چه رقم ما لرزه پیدا میکنیم امه. ما پرش قلب پیدا میکنیم ما تکان قلب خود را احساس میکنیم ما عرق میکنیم ما احساس ضعف می داشته باشیم ما مضطرب و بی قرار می باشیم. و در پلی از او دلبدی و تمایل به خوردن غذا پیدا می اگر در این مرحله ما بین این نقاط توجه کردیم متوجه از این نقطه شدیم یک چیز را استعمال کردیم یک محتوای مثلا قندی را استعمال کردیم یک خرما را در دا خود انداختیم یک میوه را گرفتیم یک چاکلیت را در دا خود انداختیم گپ حل شد شکر پس بالا میره و به فرد از تاسس حالات پیشرفته سقوط قند پیشش اجتناب عمل می آید ولی اگر سوی قند پیشتر چند گفتم؟ 54. از 54 و چار به پینجا رسید این همیج است که تانکی تیل ما علامه زرد خود روشن میکنه موتر که آدم خشک بچلانه در اون وقتهای مفلسی زیاد ما چلاندیم علامه تیل روشن میشه پر تو میگه تیل تیل مغز کم میشه تیل مخس. تیل مخس وقتی که کم شد تیل مخس چیش؟ قند است گلوکوز است گلوکوز نه در تولید میشه نه ذخیره میشه و پنج دقیقه کتید گذاره میتاره اگه در پنج دقیقه در چیز را انداختی خوب اگر نه انداختی سیستم عصبی چون به کمبود تل موجه است، تظاهرات کلینیکی به وجود میاد که از لحاظ تابوت دنام نیروگلایکوپینیا میگن چی مانا مریض پرخوشگر است yeah. گپ سرش بد میخوره در پلی از او مثلا توجه نداره تمرکز نداره ضعف در حافظه پیدا میکنه می بله بله خلاص سیستم عصبی دیگه استاد به طرف ناکامی میره در ضمن از فرد امکان داره که بی حوصلگی و پرخوشگری پیدا کنه استاد گیچ گیج میباشه اتر مثلا در مورد زمان و مکان معلومات و کافی بر تو درست داده نمیتونه دید چشم پایتن قیس پیدا میکنه حتی داشینویش امکان داره تغییرات بید. و اگر ایران به پروا گرفت حملات و تشنج میکنه و فرد میره به طرف کوما و اینا و کوما را برام هایپوگلایسمی کوما میگن یعنی کومایی که ناشی از سقوط قند در خون و بالاخره در مغز فرد پیش تاسوس کرده و این حالت تغییر کننده است خطر سکته مغزی را پیش مازیات میکنه خطر عملات قلبی را پیش مازیات میکنه پس برای تمام مریضای شکر فام میشه که آقا جان یک دونه چاکلیتا که میشه در جیبت میگردونی دوای تک صبح خوردی بعد از اون چای میخوری اتو نکنی که شو انسولین کم پیچکاری کدی خاو کنی مریض شکر مثلا انسولین خود میزنه نان یادش میره خاو میشه رو را به نام ددن بیت سندرم میگن سو بار قدر شور میته میبینه که بیادر رفته در 11 بجه شو فوت کرده هیچ کس خبر نشده کما بنابراین این موضوع موضوع شوخی نیست بر تمام مریضای دیابت فهم میشه که هرگاهی که پیش تو لرزه پیدا شد قلبت پرش پیدا کرد ضعف پیدا کردی عرق پیدا کردی دل بعد شدی چیز مثلا دلت میشد که همه گیچ احساس میکنی پرخوشگر شدی به این بدان که قند خونت پایان آمده و دیگه نمی حالات هست که اگر روزام داشتی داد ده ده با جی روزام بود باید روزی تفتار کنید ولی اگر آن که مثلا پای خود گفت دو پای گفته گفت ده مردم ده یک موزا میکنه و با وجود که برایش احتیاط ها و شده به میباشه می باشه یا می بینی که مثلا روزی فرجی را گرفت این روزی نوافلی که یارم با وجود که زیر انسولین است دامه می تا دیگه سرعت اگر این مثلا نمی من نادیده گرفت نادیده گرفت نادی گرفت تیل مخس کم میشه و فرد میره و کو زیاد نکات خوب پیش از اینکه بریم سر وقایع و تداوی میخوایم بپرسیم جناب دکتر سبر کمر که من ترس خوردم نه خود ترس موضوع خیلی خوب رو شما این ارسی هست مریضی شکر و یا هم کسایی که توجه به خود نداره به ساعت خود نداره باعث میشه که خدای نخواست به امراض شکر مبتلا شد عزیز دلم در مورد صحت باید ما استراب بر خود خلق نکنیم کالا مرا نگیره <applause> میگیره که بعد ده در عادت می متوجه <applause> ولی یکی ما سقوط قند در دیابت داریم یکی خود شکر است در موضوع خود شکری که ما نو اول داریم نو دو دوم داریم شکر جیران بارداری یا حمله داریم ده ای در فاکتورهای ایجاد از پیش ما فاکتورهای محیطی فاکتورهای ایرسی فاکتورهای به طور مثال که مربوط بعض مهاجمه های محیطی است نقش داره مثلا چانس تاسس شکر پیش اطفال که با شیر مادر تغذیه نمیشن زیاد است پیش افراد چاق نو دو زیاد است پیش افراد که تاریخچه فامیلی زیاد است پیش دختر خانمایی که به تن سال 6 تخمدان داره زیاد است پیش کسایی که بیرز بی چربی خون داره زیاد است پیش کسایی که فشار بلند داره زیاد است پیش کسایی که مادر جمع پدر داره دیگه برای از یا وقت تاق بلند میراث مونده 47 درصد خطر تاسس دیابت بلند میره بنابراین بعض اوقات تاله ما خراب میشه نه پدر ما داره نه مادر ما داره در بسته مثلا شجره فامیلی ما که شکر نداره ولی تاله ما آنچنان خراب میشه که سیستم دفاعی به واسه که از ما دفاع کنه میره حجرات بیتای پانقراس و ما را ضربه میکنه و شکر نه و اول پیدا میشه پدر ما و مادر طفلک و اش تاله خود میارن میگه دکتر چه بلای از خدا در بسته قوم ما شکر نیستی از کجا پیدا کرد باز ما میگیم تاله گه خراب میشه؟ بله. دیگه بنو اخر سوال واقعا تداوی این حالت چگونه صورت باید بگیرد که موضوع هم سرنوشت سازی یک بله، یا بله، شکر بله. است این حساس ترین موضوع حساسترین. است عزیز دل به خاطر که پیشگیری صورت بگیره ما باید دوای خودم مطابق هدایت دکتر متخصصی بخش پیش خود تطبیق بکنیم از گرفتن دوا که مثلا یک تا تجویز شده دو تا میگیره فرد دو تا تجویز شده سه تا میگیره این باید احتیاط صورت بگیره بعض مریض هست که از دواخانه در دوا را سر به خود میگیره و در ترکیب از این دواها امو کمباینیشن که مانع سقوط قند شود در نظر گرفته نمیشه ترکیبی که مانع سقوط قند شود در نظر گرفته نمیشه این نقطه را باید برش توجه بکنن مریض به عوض سه وقت نان شش وقت هفت وقت نان بخوره کم کم برای مریض شکر تو میگه میگه بیا در جان هفت صبح چای تا بخور یا مثلا ساعت های 9 بجه پس یک بادرنگ ها چک بزن ساعت های مثلا 11 بجه یک ده دانه جمع باد آمده دانت پر یک بجه نان چاشت تا بخو ساعت سه بجه که شده که یک تا کیوی را استعمال کو ساعت های مثلا پین بجه دیگر یک کاو ماو استعمال بکو اگر شش بجه تانستی مثلا یک چند برگ بانجان رومی تا بگی و در پولی شو مثلا یک زاگه که سو دیگه استعمال بکو چند مرتبه یعنی به دفعات متعدد به مقدار کم در پلی ازو برش گفته میشه که مثلا علایم و نشانه های سقوط قند چی هست علائم و نشانه های بلند بودن قندچی هست و هرگاهی که مریض مثلا لرزه تکان قلب رشه، عرق این چون حالات پیش ایجاد میشه و گلوکومتر ماشینکای های شکر پیش چخ میکنه میبینه که شکر مثلا 65 از 60 است مثلا 55 شده تیز که یک شیر نگاه که مثلا در ترکیب خود در 15 تا 20 گرم کربوهیدرات داشته باشه یا قند داشته باشه دا استعمال میکنه و در کشورهای خارجی مردم واسه چی میکنه حالا مثلا در یک سوپرمارکت نفر چای خود نخورد انسولین خدا گرفته دینامیک در استودیوی تو خود بخش کمره ما تکنیک غر چپ آدم چی میفهمه ای دکتر که دیجا که مثلا این سقوط از ای از خاطر چی بود چرا ای و خاطر کسایی که دیابت خوشن دیابت تایپ نوال, نوال داره به واسه ساعت من اینج بند دا <تصفح> یا به واسه مثلا نکته می گردن بند داره که من دا مریض شکر است و که تو پشمه ایجاد میشه بفهمی که شکر من سقوط آمده. و حتی بعض کسا در جیب خود که به جلد بر از کم مریض دو بسیار سریع جواب میده ما یک چیز نام ویپل ترایت داریم یعنی به طور سال مریض سقوط قند پیش موجود است شکرش تثبیت شده که پایان است با مجرد کمی پولای گلوکوز بر ازی زدی پیدار میشه میگه چی گپ است بسیار سریع مثلا تحصیل مثبت میکنه چرا دماغ تل میرسه مثلا موتر گپ آخره گپ جمع میکنم موتر نیم لیتر تیل دارد تا به دارلمان رفته یک آستا آستا جدکه داده میره جدکه جدکه مجاهده که در تانک یک لیتر مثلا در حلقش انداختی ببینید که حلقش تازه میشه خلاص ریز بدهش سپاسگزار استم از حضورت امیدوار که روزای خوبی را در پیش داشته باشید. از خیلی خوشحال شد سلام سپاس میتونان از شما هم که بیننده برنامه زندگی بخش سلامتی جناب دکتر صاحب خیلی در برنامه داشتیم نشانه های پایان آمدن قند خون در مریضان دیابت و یا هم شکر وقفه داریم ادامه صبح زندگی با ما همراه باشید